به نام خدا، دکتر مهدی مرشدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، جراح چاقی مفرط هستم. در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه من مقدمات عمل رو خدمت شما بگم، لازم به ذکره که این مرکز جزء مجهزترین مراکز ایران هست و تقریبا بیشترین عملهای چاقی مفرط در این مرکز در حال انجامه و این افتخار رو داریم که برای بیمارانی که نیروی مسلح هستن و یا به نوعی بیمه مکمل اونها پوشش میده، بر اساس BMI وضعیتشون رو پوشش میده با هزینه بسیار ناچیز، این عمل جراحی رو برای بیماران انجام بدیم. آن چیزی که مهمه اینه که انسان به گونه ای زندگی کنه که وزن اون شخص در حد نرمال تلقی بشه. اما این حد نرمال چیست؟ حد نرمال با توجه به شاخص در واقع وزنی بدن محاسبه میشه، نه وزن بیمار، و این تناسبی است از وزن و قد. معیاری هست به نام BMI یا بادی مس ایندکس که یک فرمول خاصی داره و فرمولش به این گونه است که وزن تقسیم بر قد به توان 2 رو میگن BMI. این عدد قابل محاسبه است با ماشین حساب و به راحتی به دست میاد. رنج نرمال BMI حدود 25 تا 30 هست و پایین 25 در واقع کاهش وزن یا underweight به حساب میاد که مورد بحث ما نیست، و بالای 30 به نوعی obesity یا چاقی تعریف میشه که البته درجات مختلفی داره، طبقه بندی های متفاوتی داره که هر ماه یا هر فصل داره تغییر میکنه. در ایران تغییرات خاصی داشته، منتها اون چیزی که باید تو ذهن شنوندگان عزیز باشه اینه که BMI بالای 40 چاقی مفرط به حساب میاد که از نظر هزینه درمان بیمه هم همین عدد رو در نظر میگیره و هزینه رو تقبل میکنه، و از نظر علمی بالای 35 و علاوه بیماری های همراه، یعنی اگر یک فردی بالای 35 بشه، بین 35 تا 40 و بیماری های همراه از جمله دیابت و فشار خون رو داشته باشه، باز هم چاقی مفرط به حساب میاد. زیر 35 رو اعتقادی به عمل چاقی مفرط به صورت عام نداریم، مگر اینکه پریفرنس خود بیمار باشه یا ترجیح خود بیمار باشه و یا اینکه به دلیل خاصی به هر حال متخصصین این قضیه رو توصیه کنن که این عمل جراحی انجام شود. یک نکته‌ای که خدمت عزیزان باید توضیح بدم اینه که قبلا تحت عنوان عمل‌های رستریکتیو یا کم حجم کننده یا به عبارتی محدود کننده و عمل‌های مالابزورپتیو یا عمل‌هایی که سوء جذب ایجاد می‌کنند طبقه بندی می‌شد. به عبارتی بعضی از عمل‌ها فقط حجم معده رو کوچیک می‌کرد و این باعث کاهش وزن می‌شد، و بعضی از عمل‌ها سوء جذب ایجاد می‌کرد و با این مکانیزم وزن رو کاهش می‌داد. به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که این عمل جراحی میتواند تأثیر شگرفی در بیماری های همراه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیمار عمل میشود و بعد از عمل دیابت مریض کاملا بهبود پیدا میکنه تو خیلی از افراد و فشار خون بیمار همینطور. به این نتیجه رسیدن که میتوانیم این نگاه رو به این عمل های جراحی داشته باشیم که اینها اصطلاحاً متابولیک سرجری هستن، یعنی جراحی های متابولیک، و اخیراً این تکنیک ها داره به این سمت میره که حتی برای مریض هایی که چاقی مفرط ندارن و دیابت دارن، برای کنترل دیابت بتونن این عمل ها رو
انجام بدن. در حال حاضر با تکنیک هایی که مواجه هستیم، تکنیک شایع اسلیو هست که در این تکنیک حدود 75 تا 80 درصد معده برداشته میشه و معده ای که به صورت طبیعی به صورت یک مشکی هست و شکل لوبیایی شکل داره به صورت موز در میاد و به صورت یک آستین در واقع در میاد که خود کلمه اسلیف هم ترجمهش در واقع همین آستین هست و باقی مانده معده از بدن بیمار خارج می شود. اما عملهای دیگری هم در حال انجام هست، مینی بایپس که اون بایپس کلاسیک رو نداره و بایپس کوچیکتری هست، مسیر کوتاهتری در واقع بایپس میشه و بایپس کلاسیک هم به هر حال انجام میشه، گرچه شیوعشون خیلی کمتر هست نسبت به عمل اسلیف، ولی به هر حال آن چیزی که مهم است این است که بدونیم که رایج‌ترین عمل و مؤثرترین عمل و کم عارضه ترین عمل در حال حاضر عمل اسلیف هست که شکل آناتومیک عناصر بدن کاملا حفظ میشه و چیزی تحت عنوان بایپاس در این عمل اسلیف وجود نداره. هینه بستری به هر حال چک میشه وضعیت بیمار و آن چیزی که باید عزیزان و بیماران بدانند در مورد عمل رایج اسلیف این هست که این عمل جزء عملهای سنگین به حساب میاد. البته قبلا عوارض عمل خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتر بود، منتها در راستای پیشرفت تکنولوژی این عوارض هم کاهش پیدا کرد در حدی که واقعا از نظر ما عوارض قابل قبوله. در مرکزی هستیم که کمترین عوارض رو در حتی سطح دنیا داریم و به هر حال از این جهت ما خدا رو شاکریم. اما باید بیماران بدانند که عوارض عمل جراحی اسلیف به دو دسته تقسیم بندی میشه. یک سری عوارضی هست که تهدید کننده حیات نیست، به عنوان مثال عفونت سطحی زخم ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه خونریزی های خیلی کوچیک برای بیمار اتفاق بیفته، ممکنه عفونت های سطحی در سطح ریه داشته باشند و ممکنه فتق بعد از عمل اتفاق بیفته که خیلی از اوقات این عوارض جز عوارض اصطلاحا مینور یا عوارض جزئی به حساب میاد، ولی در مقابل این عوارض یک سری عوارضی هست که تهدید کننده حیات هست، از جمله این که ممکنه اون محل در واقع استپلر یا محلی که برش میخوره و منگنه میشه ممکنه باز بشه، گرچه خدمت عزیزان ذکر کردم این عوارض بسیار در حال حاضر ناچیز هست. به عنوان مثال این عارضه‌ای که خدمت عزیزان ذکر کردم زیر 1%، یعنی از هر 100 بیمار ممکنه یک بیمار دچار این عارضه شود، یا اینکه خونریزی های بعد از عمل اتفاق بیفته و به واسطه اون مجبور بشیم که بیمار رو مجدداً تحت عمل جراحی قرار بدیم، یا اینکه ممکنه عمل ما که معمولاً به صورت لاپاراسکوپی انجام میشه و با چند تا برش کوچیک انجام میشه لازم بشه که اون عمل رو این عمل تبدیل به عمل جراحی باز کنیم. به هر حال بیمار بستری میشه معمولاً شب قبل از عمل، ممکنه حالا صبح عمل بستری بشه، ولی از شب قبل ناشتا میشه و چیزی نمیخوره، داروهایی که لازم هست داخل بخش بهشون زده میشه، پرونده مریض کاملا چک میشه و بیمار آماده عمل جراحی میشه. در مورد تغذیه این رو باید به یاد داشته باشیم که بیمار قبل از عمل باید این آمادگی رو پیدا کنه که بعد از عمل قرار است کم بخورد و این رو همواره به ذهن بسپاره. اما بعد از عمل
خب معده همونطوری که خدمت شما عزیزان ذکر کردیم یه قسمت اعظمش برداشته شده، یا حدود 20% از معده مونده که تقریبا شاید حجمش در حد 100 سیسی باشه یا دوتا مثلا فرض کنید فنجان، اینقدر بیشتر حجم نداره. از طرفی معده هم آزرده است بعد از عمل و طبیعتا در هفته های اول باید این معده فرصت پیدا کنه که تطابق پیدا کنه و ما حق نداریم به این معده فشار وارد کنیم. خب چه کار باید کرد؟ خب طبیعتاً با توجه به اینکه حجم غذا کم شده، ما همونطور که خدمت عزیزان گفتیم تغذیه رو معمولاً از روز دوم بعد از عمل شروع می‌کنیم با آب عسل یا عسل و چای کم رنگ در حد قاشق به قاشق، یعنی ممکنه ما در واقع تغذیه رو با یک قاشق شروع کنیم، یک ساعت بعد مجدداً یک قاشق بعد بر حسب تحمل بیمار، ولی آن چیزی که خیلی مهمه اینه که بیمار به محض اینکه هوشیار میشه در حد امکان باید اصطلاحاً اوتابت بشه. یعنی چی؟ یعنی باید حرکت کنه. The motility is life، حرکت زندگی است. این رو باید بیماران توجه کنن و در ادامه مسیر هم هر چه کاهش وزن پیدا میکنن باید تشویق بشن برای اینکه فرصتی برای اینها ایجاد شده که بتوانن راه بروند. یعنی قرار نیست بیمار کاهش وزن پیدا کنه و در یک مکانی بخوابد، چرا که یکی از عوارضی که ممکنه بعد از عمل اتفاق بیفته بحث آمبولی هست که طبیعتاً با فعالیت و حرکت و همینطور جوراب های ضد آمبولی که توصیه میشه این عارضه میتواند کاهش پیدا کند. البته داروهای رقیق کننده هم ما قبل از عمل بعد از عمل به بیمار توصیه میکنیم و تجویز میکنیم که باعث میشه این عارضه به ندرت اتفاق بیفته. در هر صورت در 10 روز اول فقط بحث مایعات هست، بعد از 10 روز تا انتهای هفته دوم میتواند بیمار فرنی استفاده کنه یا پوره استفاده کنه بر حسب تحمل. ولی همینجا لازم به ذکره که بگیم هر غذایی که میخواهد جدید شروع کند باید در حد یک قاشق باشه، هر چیزی میخواد باشه، و این فرصت رو باید به معده بدهد که معده تطابق پیدا کنه با این شرایط جدید. در هفته سوم خب طبیعتاً رژیم غذایی ما به سمت غذاهای نیمه جامد یا فرض کنید سوپی که در واقع میکس شده هست حرکت کنه بیمار، و در هفته چهارم توصیه میکنیم که سوپ معمولی هم استفاده کنه. در طول این مسیر، در طول این یک ماهی که خدمت شما عزیزان ذکر کردیم، میتواند عصاره گوشت هم استفاده کنه، هم عصاره گوشت مرغ هم عصاره گوشت گوسفند، که بهترین روشش این هست که برای اینکه در واقع زده نشه اینه که گوشت خالص ترجیحاً گوسفند رو تیکه تیکه کنه و داخل شیشه بندازن و اون شیشه رو بگذارن داخل آب جوش، بعد عصاره اون رو استفاده کنن. البته اگر از روش های دیگه هم میخوان استفاده کنن منعی نداره. از ماه دوم ما توصیه میکنیم که غذا به سمت غذاهای معمول پیش بره، منتها غذاهای نرم. به عنوان مثال یک کتر رو استفاده میکنه، یک ذره آب خورش بهش میزنه و همونطوری که قبلا گفتیم در حد یک قاشق دو قاشق شروع میکنه و بعد ادامه میده. با توجه به اینکه قسمت اعظم معده برداشته شده بعد از عمل، بیماران نیاز به مکمل دارن. مکمل هایی که معمولا توصیه میشه مکمل های دارویی میتونه باشه که معمولا در هفته های اول به صورت شربت ما توصیه میکنیم، و به محض اینکه شروع کرد بیمار به خوردن باید از مکمل های طبیعی غافل نباشه، از جمله آب میوه.
خیلی از بیماران ذکر میکنن که آب تنها رو خیلی راحت نمیتوانند در روزهای اول یا هفته های اول میل کنند، که خب قاعدتا باید با آب میوه ترجیحاً طبیعی جایگزین بشه و بیماران باید به خاطر داشته باشن که در هفته های اول که فقط مایعات استفاده میکنند باید بتوانند بین 4 تا 6 لیوان مایع استفاده کنند، حالا اهم از آب میوه آب، ولی به هر حال کمتر از 4 لیوان نباید باشه. مکمل های دیگه ای که ما توصیه میکنیم جوانه گندم هست که در هفته دوم که میتواند بیمار در واقع لبنیات رو به صورت ماست آرام آرام شروع کند، میتواند جوانه گندم رو آسیاب کند و داخل ماست بریزد و استفاده کند. در هفته های بعد یا ابتدای ماه دوم که در واقع خوردن سالاد شروع میشه، یا فرض کنید از 45 روز بعد از عمل بر حسب تحمل بیمار، اون موقع میتواند جوانه گندم رو داخل سالاد استفاده کنند. در کنار این به هر حال خیلی از افراد سمنو رو توصیه میکنن که غنی هست از ویتامین B، و خدمت عزیزان گفتیم که مکملات دارویی هم برای بیمار آغاز میشه و در هفته های بعد به صورت کپسول داده میشه. داروی دیگه ای که ممکنه لازم بشه بحث ملین ها هست که توصیه میکنیم روغن زیتون بیمار استفاده کنه، و اگر باز هم دچار یبوست شدن میتوانند از مکملات دارویی مثل شربت لاکسیجل استفاده کنند، ولی به هر حال شکم بیمار باید به صورت معمول کار کنه. توصیه دیگری که میکنند به خصوص برنج های طبیعی، لعاب برنج هم مکمل خوبی است برای اینکه غنی هست از ویتامین B و از عوارض احتمالی ناشی از سوء جذب جلوگیری میکنه. آمپول نوروبیون هست که آمپول نوروبیون هم هر 2 تا 3 هفته ما توصیه میکنیم که در ماهای اول، در حدود 3 ماه اول استفاده بشه، و داروی پنتوپرازول هم حتما باید در ماهای اول استفاده بشه که نقش پروتکتیو یا حمایتی رو برای معده داره در مقابل اسید، و اینکه بتواند بیمار راحت غذا استفاده کند. مایعات شیرین رو بین وعده های غذایی خیلی ما توصیه نمی کنیم. شیرینی باید در حد معقول باشه، نباید خیلی شیرین باشه، چرا که میتواند دچار سندرومی بشود بیمار به نام سندروم دامپینگ، که حالا می توانید در اینترنت ببینید یک سندروم خاصی است که بیمار دچار ضعف میشه و دچار تپش قلب ممکنه بشه، که به راحتی قابل پیشگیری است اگر مایعات خیلی شیرین استفاده نکنند این عارضه معمولا ایجاد نمیشه. در مورد آب میوه های صناعی ایرادی ندارد، ولی خب توصیه میکنیم تا حد امکان از آب میوه های طبیعی استفاده بشه، ولی اینکه حالا بگیم منع مطلق دارد چنین چیزی نیست. این کلیات در واقع عمل اسلیپ بود. باز هم سوالات ممکنه زیاد بشه. داروهای دیگری که من به ذهنم میرسه داروی اورسوبیل هست که جهت جلوگیری از ایجاد سنگ‌های صفراوی استفاده میشه. سنگ‌های صفراوی توی این افراد شایع هست. کسانی که بعد از عمل کاهش وزن شدید دارن، یکی از عوارض میتونه ایجاد سنگ‌های صفراوی باشه که با این دارو به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه. داروهای ضد آمبولی هم که خدمت عزیزان ذکر کردم. یک سوال رایجی که بیماران میکنند این است که آیا ممکنه این عمل بازگشت داشته باشه؟ بازگشت این عمل به مسائل روحی بیمار برمیگرده.
عبارتی اگر این آمادگی رو نداشته باشه که پرهیز خوبی داشته باشه و یا همکاری خوبی داشته باشه، میتواند این عمل به درجاتی برگردد. البته شایع نیست، اگر بیمار عزم راسخی داشته باشد، شاید از بیمارانی که ما عمل میکنیم در این مرکز به جرأت میتونم بگم شاید زیر 10% باشه بازگشتشون. ولی خب حالا این بازگشت هم تعریف داره دیگه، ممکنه به صورت نسبی یه 10% 20% اضافه وزن پیدا کنن بعد از اینکه در واقع کاهش وزنشون کامل شد، ممکنه 20% اضافه وزن پیدا کنن، ولی خب این از دید ما بازگشت به حساب نمیاد. سوال آخری که من دوست دارم اینجا جوابشو بدم این است که بیماران ذکر میکنن که ما استوب کردیم بعد از عمل. این استوب کردن بیماران تو هفته های اول، این از دید ما اگر موقت باشه طبیعی تلقی میشه. یعنی اگر فرض کنیم در حد 3 هفته بیمار کاهش وزن پیدا کرده، حالا یه چند روزی میگه من وزنم کاهش پیدا نکرده، این خیلی اهمیتی نداره، مکانیسم دفاعی بدن هست، مجددا این کاهش وزن شروع میشه. منتها کاهش وزنی که بیماران دارند نباید با هم مقایسه کنند، این نکته خیلی مهمی است، چرا که درصد کاهش وزن مهمه. به عبارتی کاهش BMI یا شاخص وزنی بدن اهمیت داره، نه اینکه فرض کنید بگیم فلانی 20 کیلو کم کرده من چرا 10 کیلو کم کردم. علاوه بر این به هر حال همکاری بیمار هم در کاهش وزن مهمه. استوپی که طولانی باشه، به عبارتی استوپ کاهش وزن وقتی که طولانی میشه، اون دیگه مقدار متفاوت هست، هم باید از نظر بیماری های زمینه‌ای فرض کنید کمکاری تیروئید هم میتواند استوب بدهد، و یا اینکه دایت استایل بیمار تغییر باید کنه، شاید نمیداند چگونه باید غذا مصرف کند. بعضی اوقات بیمار متوجه نمیشه، ولی خب کالری بسیار زیادی به خودش وارد میکنه و این موجب استوب میشه. ولی خب در نهایت من این نکته رو فقط خدمت عزیزان بگم که در هفته های اول توصیه خود من این است که نگران استوب کردن نباشند. یعنی اگر اون چند قاشقی که اینها میخوان بخورند، اگر یه مقدارم شیرین باشه، خیلی اهمیتی نداره، نترسن از اینکه استوب میکنن، چرا که قسمت اعظم کاهش وزن ما همونطوری که در کلیپ های قبلی من توضیح دادم به بحث متابولیک برمیگرده، یا به عبارت یک ماده هست به نام گرلین که اون اشتها رو زیاد میکنه و اون برداشته میشه. در واقع وقتی که ما عمل اسلیم میکنیم اون 80% برمیداریم، قسمت زیادی از گرلین از بدن خارج میشه و سلول هایی که در واقع گرلین ترشح میکنن از بدن خارج میشن و گرلین بیمار نداره. و نقطه قوت عمل های چاقی مفرد به خصوص اسلیف هم همینه که بیمار کاهش وزن داره ولی اذیت نمیشه، به عبارتی اشتهای بیمار هم به همون میزان کاهش پیدا میکنه. به همین خاطر اگر بیماران که ما توصیه اکید داریم که حتما پیاده روی مرتب داشته باشن تا حد امکان، من میگم به بیماران از تولریتد، یعنی تا اونجایی که امکان داره تحمل میکنن باید پیاده روی داشته باشن، توصیه ما اینه که اگر احساس ضعف کردن هیچ ایرادی نداره، اگر یه مقدار آب و عسل استفاده کنن تو هفته های بعد، اگر فرض کنید خرما استفاده کنن، هیچ مسئله ای نداره و نگران استوب کردن وزن نباشن. ولی به هر حال آرزومندیم که ما بتوانیم در این مسیر گام برداریم و کوچکترین کمک به شما عزیزان در واقع بزرگترین افتخار ما و مجموعه ماست. خیلی متشکرم.